زندگی احوال‌های بد، شکست‌های پی در پی، پله‌کلنگ‌های بودن شرایط ما با کار و درآمدها، با خانواده، دوستان، اطرافیانمون، حتی اگر موضوع خوبی دلیل خوشحالی ما می‌شود، هیچ تضمینی نیست که دقایقی بعد به استرس یک واقعه و یا یک خبر بد تضعیف نگرد. در حین جستجوی پیروزی ها، خوشی ها، چه بسا تحت حملات بمب‌افکن اتفاقهای بد، از راه دور و نزدیک غافلگیر شده و در اندیشه این که ای کاش تمام لحظه های بد زندگی خوابی می بود که از آن بیدار می شدیم، و یا این که رویایی بود تا تسلی دهد این دل آزرده ما. اما کدام رویا می تواند آدمی را از غم و غصه، رنج و عذاب، درد و مصیبت، فقر و فساد، مرگ و هلاکت رهایی دهد؟ رویای آفرینش را کتاب مقدس بهترین جواب، یعنی علت خلقت انسان از نگاه خدا، علت آن که خدا محبت هستش و با محبتش جهان را آفریده و با محبت درونیش ما رو دوست داره، همینجوری دوستمون داره، عاشقمون هست، گناهکارم هستیم دوستمون داره، گناهمون دوست داره، برای همین که ما مذهبی هست. در کتاب ارمیا 31:3 اعلام میکنه خداوند از جای دور به من ظاهر شد و گفت با محبت ازلی، محبت آگاپه، محبت بلاعوض، محبتی که در ذاتش میاد، دست خودش نیست، طبیعت خود خداست، با محبت ازلی تو را دوست داشتم، حتی قبل از اینکه تو را بیافرینه برای تو برنامه داشته، پروگرام داشته. امروز به سادگی رو درک می‌کنیم، چرا که میدونیم وقتی که زن و شوهرها تصمیم میگیرن فرزند داشته باشن، میرن قبلش پیش دکتر، با دکتر هماهنگ میکنن، حتی این جدیدن میدونیم که علم پزشکی اونقدر روش کرده که میتونن بخوان که دختر داشته باشن، پسر داشته باشن. وقتی که تشخیص داده میشه، میل به این دارن که اتاقی رو براش آماده کنن، اسباب بازی‌هاش و لباسش و رنگ اتاق و پروگرام این که در آینده کجا بره، کدوم دانشگاه بره، چجوری رشد کنه، همه این پروگرام رو میدن. و ما در این رابطه مشاوره داریم که کمک زن و شوهرهای جوان نیز میکنن برای آینده فرزندان. چقدر بیشتر خدا، پس بعید نیست که من و شما رو خدا قبل از تولد عاشقمون بوده، دوستمون داشته. آمین. پس اعلام کن خدا را قبل از تولدم تو مرا دوست داشتی. اعلام کن، اعلام کن، بلند اعلام کن، خدا را تو قبل از تولد مرا دوست داشتی. بلند اینا، این صدای ضعیف، این صدای عاشق نیست. میتونید بلند صدا اعلام کنید خدا را تو قبل از تولد مرا دوست داشتی؟ بذار خدا اینو بشنوه. دروغ شیطان رو باطل کن در ذهن و فکرت. دروغ شیطان چه حتی قبل از ایمانت بارها تو رو سرزنش کرده. خداوند از جای دور به من ظاهر شد و گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم که تو را ببخشم. و سهراب سپهری چه زیبا زندگی با همه وسعت خیش محفل ساکن غم خوردن نیست، حاصلش تن به جزا دادن و افسردن نیست. زندگی جنبش جاری شدن است، از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا میداند. تو پروگرام خدا بودیم، توی رویای خدا هستیم. و همین محبت دلیلی شد که مطابق پیدایش 5:1-2 که اعلام میکنه انسان رو خدا شکل خدا آفرید، زن و مرد آفرید، مقتدر و توانا، حکیم و امیدوار، آزاد و آرام، سالم و صاحب، شاد و شایسته. این حس رو کی داشتی؟ این حس رو انسان ها کی دارن؟ آنچه را که بودن شاد، مقتدر، پر خروش، پر از عشق و محبت، پر از رحمت. نمیدونید یادتون نمیاد؟ نه ممکنه وقتی گذشته دیگه، اما تون که مثل من 20 ساله نیستید که یعنی 60 سال 70 سال 80 سال از زمین گذشته. این حس کودکی ما بود، در زمان کودکی بود که ما نبودیم، چون شباهتمون به شکل خدا نزدیکتر بود. برای همین مسیح میگه اگه میخوای وارد معبود خدا بشی مثل کودکان شو، مثل اون فکر کن.
شاعر میگه ما سه چیز را در دوران کودکیمان جا گذاشتیم: شادمانی بی دلیل، دوست داشتن بی دلیل، کنجکاوی بی انتها. از این رو هستش که اگر به جایگاه اول خودمون برگردیم که باغ عدن بود که آدم و حوا خدا رو ملاقات کردن، عشق و محبت حقیقی رو درک کنیم کرد که بین اونها بود، بین طبیعت بود، بین خدا بود. در این واقع عدن در از آموزشگاه و پرورشگاه محبت آگاپه بود، محبت بیدلیل. کلمه آگاپه از زبان یونانی میاد، میدون که زبان یونانی یکی از زبانهای بسیار غنی هست که وزنش و تعریف واژه‌ها رو به درستی میگه و انجیل مسیح نیز به زبان یونانی نوشته شده، که البته صحبت از محبت‌های دیگه هم می‌کنه، بخشی حتما در رابطه صحبت خواهیم کرد. پس صحبت از محبتی می‌کنه در باغ عدن که روح القدس رو تعلیم می‌ده انسان رو. انسان باید بیاموزه آنچه را که قرار هست بشه، لازم هست بیاموزیم. دست از آموزش هیچ انسانی نباید برداره. زمانی که انسان دست از آموزش برمی‌داره، دست از حیات برمی‌داره، دست از زندگی و شادی برمی‌داره. همیشه بیاموز. منظورم روی موبایل ها و فیسبوک نیست این چیزی نمیشتن، کتاب بخونیم، کلام خدا رو بخونیم تا بتونیم درک درست از زندگی داشته باشیم. و این رویای خدا بود که ما در حضور خدا در دعا از روح او پر بشیم، یعنی از محبت خدا، در پرستش او رو محبت کنیم. دم و بازدم، شما وقتی اینجا در پرستش هستید، خواهش میکنم پرستش کنید، نگاه نکنید یک روز سرود آرومه، یک روز فلان برادر که پرستش میکنه بیحاله، یک روز سر حاله. پس من سر قرار نیست اینجا کسی به شما انتقال انرژی بده، هرگز. آنچه که قرار هست انجام بشه از شماست که روح القدس باعثش میشه. دم و بازدم هست، میاد در حضور خدا، خدا رو بپرست، نگاه نکنید به چپ و راست، نگاه نکنید، خواهش میکنم. شاید بعضی از نگاهاتون درسته، بعضی از داوریاتون درسته، اما خدا میخواد تو رو برکت بده. آیا میتونیم ما فکر کنیم که یه چه داره یه خرابکاری میشه، یه گناهی داره میشه، من دهن خودم ببندم خفشم و بمیرم؟ باید نفست رو بکشی، اومدی در حضور خدا، پرستش کن، صدا قوی میشه، صدا قد میشه، شخص بیحال میفهمه، شخص باحال میفهمه. تو در حضور خدا من دم و بازدم کن، بذار توی اون پرستش از محبت خدا پر بشه، چون آمدی کلیسا که دین رو داشته باشی. خدا در برابر محبتش همون محبت رو میخواد که ما به اون به ما میده، ما نیز داشته باشیم، این شوق رو داشته باشیم. آیا والدینی هستن که فرزندانشون رو محبت کنن، فرزندان خیلی بیحال باشن، بهشون هدیه میدن، ببینن اصلا هیچ ذوقی ندارن؟ خدا نمیخواد، ما شده خدا آفریده شدیم. درسته که در ذات اصلی خدا ما کامل نیستیم، مثل خدا پر از نقصیم، اما خدا به ما این گونه نگاه میکنه، همونه که ما به بچه‌های کوچیک موزادا نگاه میکنیم، انتظار داریم مثل ما باشن. اگر این بچه دو سال سه سال بشه، ببینن حرف نمیزنه، ببینن نمیتونه بشنوه، والدین چقدر ناراحت میشن. خدا خیلی بیشتر از اینها ناراحت خواهد شد. وقتی تو کلیسا میای آزاد باش، شادی کن. درست از بکران اومدیم که متاسفانه غم و درد و عذاب رو به ما آموختن در حضور خدا، امروز تو آزاد شدید، در حضور خدا شادی کن، نگاه به کنار دستید نکن، حضور خدا اینجاست و در حضور خدا کمال خوشی هست و باید در حضور او شاد باشه تا بتونه محبت او رو درک کنه. در کتاب اشعیا 43:21 میخونیم که خداوند اعلام میکنه این قوم را، قوم منظور مردم جهان هستن، خدا ناسنجیده فکر نمی کنه، خداوند این گونه نیست که تبعیض وارد بشه، اهل آپارتاید نیست خدا. وقتی صحبت از قوم اسرائیل میکنه، اسرائیل نمایندگی داره میکنه با ماهیگه، بازم این اسرائیل رو نمیگم، اون اسرائیلی که برای خداوند حقیقی میسته، در مسیر محبت عشق آگاپه عمل میکنه، مانند خود شما که روز یک شنبه در حضور خدا اومدیم. ما اسرائیلی هستیم، ما فرزند خدا هستیم. اسرائیلی به ذات و به نشاد نیست، اسرائیلی به قلب انسان هست که آیا برای خدا و خلق خدا میتپه یا نه، آیا محبت خدا درش هست یا نه. اگر نیست تمام دنیا رو کشور اسرائیل بگیره، اگر محبت خدا رو نداشته باشه، مسلم بدونید اون اسرائیلی نیست که در کلام خدا داره میگه. اسرائیل یعنی که به توسط یگانه پسر عیسی مسیح نجات رو دریافت کرده باشه و
در این مسیر بتونه قدم برداره. نام یعقوب را جلال بده. این قوم را برای خود ایجاد کردم تا تسبیح مرا بخوانند، یعنی با من در مشارکت باشن، با من در تماس باشن، با من در رابطه باشن، یک رابطه عاشقانه با او داشته باشن. شاهد نیز اعلام میکنه مرغ محبتم کی آب و دانه خواهم، با من یگانگی کن، یا با من یگانگی کن بار یگانه خواهم. انتظار خدا از اون هست که وقتی ما محبت رو از اون میبینیم، این محبت رو نیست بتونیم انتقال بدیم به خود خدا و انتقال بدیم به دیگران، حتی در فرمول خیر بشنبم و خدا این رابطه عاشقانه باشه، دلیلی نداشته باشه برای محبت. محبت آقابه دلیل نمیخواد که ما با دلیل بریم. آدم و حوا در باغ عدن شاهد رویای خدا بودن، برای آنان این رویا یه تصویر دور نبود از این، بلکه رویایی بود که میدیدن، محبت خدا رو داشتن میدیدن. ما امروز از شناخت خدا، چرا که در کلام خدا هست، به شما میاموزیم، شما میتونید به دیگری میاموزیم. اما خوشا به حال کسی که در این رویا هست، با خدا در تماس هست، و آنچه که آنان از این رویای آنان را دور کرد غرور شیطان و خودخواهی خود انسان. آدم و حوا به دام رویای دیکته شده شیطان افتادن، همون رویای دیکته شده که هر روز شیطان به انسان میگه، به طور خاص کسایی که مسیح ایمان میآورن، چون در رویای خدا هستن، شیطان میاد رویاهای دیگه رو بر اونها میگه. این دنیا رهنه، بارو هزم شدید، ثروتمند باشید بسیار نیست، خوشتیب باشید عالیه، خوشگل باشید عالیه، هنرمند باشید عالیه، اما هوشیار باشید، هدف این رهن نیست، همه اونها رو باش برای جلال خدا. مبادا که صداقت و راستی رو، عدالت و انصاف رو از دست بدی در رویاهای دیکته شده ندیده شده. شیطان مدام رویاهاشو دیکته میکنه برای انسان تا اون رو به دام هلاکت بندازه، اما ذات پر از محبت خدا انسان به دام افتاده را نوید آزادی و نجات میدهد. در همون کتاب پیدایش 3:15 که اعلام میکنه که خدا به شیطان داره میگه، خدا به شیطان گفت از نسل زن، یعنی عیسی مسیح، ما میدونیم که زن و مرد باید ازدواج کنند تا فرزندی باشند، تزاهاتز و سنتز توزه فرمول طبیعت خدا هستش، از خدا خودش خوب میدونست، میگه از نسل زن و تنها کسی که از دختر باکرهی به دنیا اومد اون نیز عیسی مسیح هستش. خدا به شیطان گفت نسل زن یعنی عیسی مسیح سر تو را خواهد کوبید. کدوم ماریه که سرش له بشه بازم زنده بمونه؟ برای تمام و 2000 سال پیش اتفاق افتاد. انجیل یوحنا 3:16 خدا آنقدر جهان را دوست داشت که یگانه پسر خود را داد تا هر کسی بر او ایمان آورد هلاک نشود بلکه حیات داشته باشه. برای کسی که مسیح ایمان میآورد، شیطان تموم شده، باطل شده. شیطان رو جلال ندید توی زندگیتون، شیطان رو جلال ندید توی زندگیتون، باز شیطان حمله کرد، باز دارم با خدا راه برو. کسی که با خدا راه میره دیگه کاری به شیطان، نه اینکه بگم برفرض شیطان حمله نمیکنه، شیطان حمله میکنه، اینقدر اعلام نکن میترسم، حمله کرد به من، حمله کرد بچه‌ام. ما تو دنیایی هستیم که اتفاقهای مختلف میفته، تصادف بالا همه هست، مریضی برای همه هستش، بچه کسی برای همه هستش. شیطان 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 نکنه، حتما شیطان هم نمیکنه، اما اینقدر شیطان رو توی زندگیتون جلال ندید بطرم. اجازه بدید که نام خداوند در زندگیتون جلال بکنه. صدای من خوبه؟ خب میگه خدا به شیطان گفت نسل زن سر تو را خواهد کوبید، از مرگ شیطان. و ادامه میگه تو، یعنی داره به شیطان میگه، میگه شیطان پاشنه وی را خواهی زد. خب پاشنهشو بزنه که نابود نمیشه که، پاشنه مسیح رو زد، 3 روز مرد، ولی بعد از 3 روز قیام کرد. و بعد از اون شیطان هنوز پاشنه ها رو میزنه، پاشنه ها رو میزنه. حالا میگی من به مسیح ایمان آوردم، بعد میزنه، حمله به تو میکنه، اما ببین که خدا
خدای تو با توست، اعلام میکنه من تو رو هرگز رها نمیکنم. پاشتتو میزنه بیکار میشی، مشکل مریض میشی، ولی خدا چون با تو هستش تو پیروز هستی. چرا که در انجیل یوحنا 16:33 میخونیم مسیح میگه نمیگم مشکلات و سختی ها نیست، میاد پاشت رو میزنه، همون رو که من پیروز شدم شما پیروز خواهید شد. پیروز رو بگیرید، قوت رو از خداوند بگیرید، چرا که در محبت او هستید. پس بنابراین با هوشیاری باید این رو بدونیم که با رویاهای دیکته شده ای که شیطان به ما میخواد بده مبادا در رنج و در ترس و ناامیدی قرار بگیریم. پس با یک اندیشه، با یک احساس خوب، با تصمیم خوب در حضور خداوند با رویاهای دیده شده او زندگی کنیم که امید و شادمانی هست. با رویای خداوند که در از اراده خدا هست همراه و همفکر بشیم تا آسیب نکنیم. مزمور 127 اشاره به این میکنه، خانه ای رو که خدا بنا نکنه بشنوید، بلند خانه ای رو که خدا بنا نکنه بر رویان زحمت بیهودی میکشه. خانه زندگی تو، خانه کار تو، خانه عشق تو، خانه رابطه تو، برو در حضور خدا رویاتو بگیر. حتما ازدواج کار نیکویست، حتما کار کار نیکویست، حتما اقامت در یک سرزمین بسیار خوب هستش، همه اینا خوبه، اما توی رویای خدا قدم بردار. مبادا شیطان به تو یک رویای دیکته شده بده. ولی اعلام میکنه شهری را که خدا پاسبانی نکنه پاسبانان بیهوده زحمت میکشن. میگه فرزندان خدا در خواب هست، در آرامش هستن، نه که بیخیالن. هرگز یک ایماندار، یک فرزند خدا باید خوب تلاش کنه، خوب کار کنه، حتی توکل به خدا بیخیالی نیست عزیزم، بیمسئولیتی نیست. اما میگه اونا در آرامش هستن، اونها در آرامش هستن، اما خداوند به اونها برکت میده بدون اینکه بتونن بخوام در سختی و در رنج نیز قرار بگیرن. ما در محبت انسانی حتما خسته خواهیم شد، محبت انسانی ما رو خسته میکنه، ما رو دلشکسته میکنه. حتی تو محبت های انسانی ما خراب میکنیم. تا حالا شده کسی رو محبت کنی دیدی خراب کردی؟ هم خودت آزرده شده، هم اون رو دست ناراحت شده، چه کاری کردی؟ ما اومدیم محبتش کنیم، حالا تازه بدتر هم شد. من از این کارا زیاد کردم، شما رو نمیدونم، من کشتم، باید خودم رو بدم همش. از این کارا کردیم، محبت هم میخوای بکنیم رو در حضور خدا بگو خدا من دا من این برادرم یه خواهرم رو میخوام کمک کنم، چون میخوام جلالش به تو برسه. نمیخوام فردا بگر ای این برادر رسته بود، این کشتی رسته بود، میخوام بگم خدا کرد به من راهش رو یاد بده، چون تو فرمودی خداوند دست راست کمک میکنه، دست چپ متوجه نشه. من میخوام این محبت رو بکنم. شخص رو به علت این که در این کار کردم توی یک ساختمون بدنش آتیش گرفته بود میبرم بیمارستان، کارفرما میاد اونجا از دکتر میپرسه ببینم چند درصد بدن این سوخته الان تو چه وضعیتی هست؟ میگه نه خوشبختانه 10% سوختگی بیشتر نداشته، ما 80% کوبیدگی داره. میگه کوبیدگی یعنی چی شده؟ میگه اینا که میخواستم خاموشش کنن اینقدر با بیل زدم به این بیچاره که بدنش در و داغون شده. اون از محبت ها میکنه وقتی محبت آگاهی نیست، میای شفا بدی برعکس آسیب میزنی. کتاب ایوب رویای دیده شده و دیکته شده را چنین توصیف میکنن، کتاب ایوب 3:14-18، خدا به راه‌های مختلف با انسان صحبت میکند، توی مسیر زندگی، توی رابطه هات، در گوش قلبت لمس میکنه. کلام خدا نوشته ده فرمان، محبت آگاه هست، میگه والدین خود را محبت کن، نمیگه اگر اونها خوب بودن تو محبتشون کن، میگه همسایه خود را دوست داشته باش همچون خودت، نمیگه اگر خوب بود دوستش داشته باش، میگه فقط خدای حقیقی رو بپرستید. خدا دوستی علامت این نیست که خدا ازت راضیه، خدا شناسی علامت این هست که خدا ازت راضیه، خدا رو بشناس. محبت آگاه این هستش. پس داره محبت رو میگه که بلا عوض هست. پس تو این روش ها خدا داره با انسان صحبت میکنه، خدا به راه های مختلف با انسان صحبت میکنند، اما کسی به کلام او توجه نمی نماید. چرا؟ چون مردم معمولا تعلیم پذیر نیستن، متاسفانه تعصباتشون جلوشون رو میگیره،
باورهای گذشته تو گوشمون رو بگیرم، نمیذارم گوش کنم. من چند روز پیش با یه عزیزی خیلی در مورد محبت خدا صحبت کردم، در تو کلام خدا بودم، آخر گفت میدید چیه؟ میترسم. گفتم بله، کسایی که از بکران اسلامیان معمولا روح ترس هستش، من خودم میترسم. دخترم شفا گرفت به مسیح ایمان آورد، با قرآن میرفتم تو کتاب، میرفتم کلیسا بحث میکرد با کشیش ارمنی. آخر سر گفت ولم کن بابا، من ارمنی ام، من قرآن نخوندم. یه قرآن میاری تو کلیسا، تو یه روز اومدی اینجا دعا کردی دخترت شفا گرفت، چه جنگیه با من داری؟ یه خودم خجالت کشیدم ولی خب ول نکردم، بازم میرفتم با یک دیگه بحث میکردم. اگر ما درک درستی داشته باشیم، گوش کنیم نه بشنویم، فقط گوش کنیم باش زندگی کنیم، خوب میآموزیم. اعلام میکنه اما کسی به کلام او توجه نمی نماید به کلام خدا. در شب وقتی که انسان در خواب عمیق رو می رود داره فکر میکنه، خواب عمیق اینجا این هست که برات مهمه حقیقت چیه، برات مهمه که امروز تو مقصر بودی یا همکارت مقصر بود، امروز دلیل خشم تو مقصر بودی یا اون بوده، کاری که انجام دادی علت چی بوده، برات مهمه، آیا خدا راضی از این کار تو؟ میگه در شب وقتی که انسان در خواب عمیق رو می رود و در رویا با او حرف می زند، از خدا با ما صحبت میکنه. کتاب یوحنا 2:28-29 میگه در روزهای آخر، 2700 سال قبل گفته، در روزهای آخر روح خود را خواهم ریخت، دختران و پسران نبوت کنند. ما خاتم انبیا نداریم مطابق کتاب مقدس، همه میتونن نبوت کنن از طرف خدا. خدا به انسان دهان داده با او سخن میگه تا اون به توسط خدا با یکی دیگه سخن میگه. همه ما نبی میتونیم باشیم، مشروع بلکه صدای خدا رو بشنویم و تطبیق با کلام خدا باشه و نیز امید دهنده باشه. کلام خدا نمیاد بگه تو میمیدی، تو داغون میشی، تو رو لعنت بکنیم، نه نه نه، این کلام نیست. کلام خدا من امید و شادی رو انتقال میده. پس روح القدس داره الان با مردم دنیا صحبت میکنه، به طور خاص روح القدس داره با مردم ایران صحبت میکنه، چون میدونه خدا که مردم ایران خدا دوست هستن، فقط مشکل اینجاست که خدا شناس نیستن و این وظیفه و این مسئولیت رو به ماها داده تا عشق خدا رو انتقال بدیم به ایرانی ها، ایرانی ها که خدا رو دوست دارن تا مبادا هلاک بشن. گوش های او را باز میخوام، میگه در شب وقتی که انسان در خواب عمیق فرو میرود و در رویا با او حرف میزند، گوش های او را باز میکند، لمس میکنه، او را میترساند یعنی آگاه میکنه، و اخطار میدهد یعنی هوشیاری میده. خدا سخن میگوید، مزمور 33 آیه 9 میگه خدا گفت و شد، اگر خوب گوش کنی میشه. ضعف تو به قوت تبدیل میشه، ناامیدی تو به امید تبدیل میشه، غم تو به شادی و امید و آرامش تبدیل میشه، تا او را از گناه کردن باز دارد، چرا که با گناه یعنی بی هدفی، یعنی از هدف خلقت، از محبت آگاهه دور شدن و از مغرور شدن رهاییش میبخشد، چرا که غرور از شیطان است، همون گونه که شیطان با غرور سقوط کرد، تا از مرگ و هلاکت نجات دهد و او را درس به محبت آگاهه برسد. اگر میل به این داریم که شاهد ثمره محبت آگاهه، محبت بلا عوض خدا در زندگی خویش باشیم، با رویای خدا باید همراه و همفکر به توسط کلام خداوند دوشب میشه 1:8 و نیز اعمال رسولان 1:8. گاهی ندانسته خودمون که میل به محبت داریم، دوست داریم دیگران رو محبت کنیم، اما از محبت خدا نیستیم، ناخودآگاه باعث رنجش دیگران هست. شاید همسر، شاید فرزند، شاید همکار، شاید همسایت هست، چون محبت آگاهه اونجا نیست، متاسفانه خشم و غضب و بدرفتاری عمل میشه و من و شما به عنوان فرزند خدا که باید دلیل محبت خدا در این رابطه باشیم، اتفاقا برعکس میشه و اونجا ما میبینیم به جای حضور خدا متاسفانه رویای دیکته شده شیطان هست. بسنجیم کجا هستیم برای محبت. حافظ میگه دلدار مرا گفت چرا غمگینی، غمگین کدام دلبر شیرینی، برجستم و آینه به دستش دادم، گفتم که در آینه چرا میبینی. مبادا عنوان فرزند خدا که محبت آگاهه در ما هست، ما دلیل بیمحبتی و آزار به دیگران رو داشته باشیم. بریم با هم دیگه
نام کلوسیان 1:10-11 رو بشنویم. این آیه ثابت ما هست. تشویقتون میکنم آیات ثابت رو لطفا حفظ کنید عزیزان. حفظ کردنش این ثوابی نداره، ولی بهتون کمک میکنه روح القدس یادآوری کنه تو زندگیتون که زندگی پاکی داشته باشید. نام کلوسیان 1:10-11. تا شما به طریق شایسته خداوند به کمال رضامندی رفتار نمایید و در هر عمل نیکو برآورید و به معرفت کامل خدا نمو کنید و به اندازه توانایی جلال او به قوت تمام زورآور شوید تا صبر کامل و تحمل را با شادمانی داشته باشید. آمین. اگر تو من دارای این ویژگی ها باشید، حتما باید محبت آگاپه باشه. یکی از پنج اصول محبت که یونانی ها نیز اعلام میکنن، فلسفه یونان اعلام میکنه، و محبت دیگه محبت اروس، محبت زن و شوهری هست، و محبت دیگه محبت برادرانه هست، محبت با طبیعت هستش، محبت فرزندان در والدین و مادر هست اعلام میکنه. اما محبت آگاپه هست که در اصل از یک محبت دینامیکی و درونی داره صحبت میکنه و تو رو غنی میکنه تا دشمن خودت رو محبت کنی. مسیح انتظارش از پیروانش این بود که به پیروی از روح القدس که محبت حقیقی رو میده دشمن خود رو دعای خیر و برکت کنن و لعنت نفرستن برای دشمن خودشون. در غیر این صورت نمیتوانست این انتظار رو از رسولان خودش داشته باشه. و یا اگر امروز ما روح القدس رو نداشتیم، مسلم بدونید که ما نمیتونیم بدون اون این محبت رو داشته باشیم. اما پولس رسول عشق آگاپه را چنین معرفی میکنه در اول قرنتیان 13:4-8 بخیز من رو ببخشید میخوام خیلی تند بگم. میگه محبت حلیم و مهربان است، حسادت نداره. لطفا چک کن محبت بین خودت رو با همسرتون، محبت بین خودت رو با فرزندت رو، محبت خودت رو بین همکلاسی همکلیسایید پدر و مادرت. خواهش میکنم چک کن. محبت حلیم و مهربان است، حسادت ندارد، کبر و غرور ندارد، اتبار ناپسند ندارد، نفع خود را نمیخواهد، خشمگین نمیشود، سوء زن ندارد، از ناراستی خوشبختی میگردد، ولی با راستی شادی میکند، در همه چیز صبر میکند و همه را باور مینماید و در همه حال امیدوار میباشد و هر چیزی را تحمل میکند و هرگز ساقط نخواهد شد. آمین. و مولوی چه زیبا از این کلام میآموزه و اعلام میکنه. من فقط چند خطش بگیدم. از محبت ترها شیرین شود و از محبت نزدها زرین شود، از محبت خارها گل می شود و از محبت سرکه ها مل می شود، یعنی شراب می شود، از محبت دار تختی می شود و از محبت بار بختی می شود، از محبت نار نوری می شود. اینجا نار یعنی آتش، یعنی حتی تکه در جهنم هم می کنه. از محبت نار نوری می شود و از محبت دیو حوری می شود، فرشته می شه، پری می شه. پس محبت زود مطابق کتاب غزل غزلها 6:8 اعلام می کنه محبت مثل مرگ زود آوره، می تونه مرده رو زنده کنه. برای همین مسیح مرده ها رو زنده می کرد، چون وجودش پر از محبت آگاپه بود. وجود تو پر از محبت آگاپه بود تا بتونی بگی نمیتونم، می ترسم. نه، حالا نه رو مرده رو زنده کن، برو امید مرده برادرت رو زنده کن، خواهرت رو زنده کن، دوستت رو زنده کن، اونها که نگران هم، اونها که مریض هستن، ناامید هستن، برو با این قوت اونها رو امید بهشون بده تا برای زنده بودن و سلامتی اندیشه کنن. ولی چه اتفاقی برای پولس رسول افتاد؟ این جنایتکاری که در پی کشتن و قتل رسولان مسیح بود، مریدان مسیح بود، یک بار میاد نامه اول قرنتیان 13:4-8 رو در باره محبت اینگونه زیبا میگه. چه اتفاقی افتاد؟ بریم بشنویم. اعمال رسولان 9:1-20. آیات زیاده، عذر میخوام، تحمل بفرمایید تا بتونیم برکت بگیریم از این کلام خداوند. اما سولوس هنوز تهدید و قتل بر شاگردان خداوند همی دمید و نزد رئیس کهنه آمد و از او نامه ها خواست به سوی کنایسی که در دمشق بود تا اگر کسی را از اهل طریقت خواه مرد و خواه زن بیابد ایشان را بند برنهاده به اورشلیم بیاورد. سپاس کنم. خب اون موقع پولس اسمش سیلاس بوده و
ایمانداران مسیح به خاطر که در اورشلیم در جفا بودن، یکی از جاهای پناهگاه دمشق، و وقتی که پولس متوجه شد این اختیارات رو بهش دادن که بره اونجا و مسیحیان رو دستگیر کنه، حتی برگردونه. چه این نفوذی پولس رسول داشت با توجه به اینکه دانشش نسبت به کلام خدا بسیار بود، یک انسان کاملی بود در باب سن و در باب رشد و تفکر نسبت به کلام خداوند میدانست، اما محبت آگاپه رو نداشت. کلام رو میشناخت، توی این جهان خیلی هستن با کلام میشناسن، اما چون به توسط روح القدس از محبت آگاپه پر میشن، فقط کلام گفتم مثل چکش میزنن تو سر مردم، تو سر خودشون هم میزنن، خودشون هم سرزنش میکنن و دیگران رو، چون هنوز از رحمت و ذات خدا و فیض خدا اون آگاهی رو نگرفتن. و در اثنای راه چون نزدیک به دمشق رسید، ناگاه نوری از آسمان دور او درخشید و به زمین افتاده آوازی شنید که به دو گفت: ای شاول، شاول، برای چه بر من جفا میکنی؟ گفت: خداوند، تو کیستی؟ خداوند گفت: من آن عیسی هستم که تو به دو جفا میکنی. پولس رسول با رویای دیده شده که مذهبی که حتی بر علیه مسیح، پسر روحانی خدا بود، پسر روحانی خدا، پسر جسمانی میدونیم کفره، پسر روحانی خدا بود، از ذات خدا گرفته شده بود، مخالفت میکرد و اون شاهد خیلی ها بود که سنگسار شدن، که کشتن، اذیتشون کردن. پس پولس رسول هنوز درک محبت آگاپه رو نداشت. عزیزان، قلبت به مسیح دادیم، تعمید گرفتیم، سالها از ایمانت میگذره، خودتو چک کن، محبت آگاپه است؟ از رویای دیده شده خدا میاد یا از رویای دیده شده شیطان؟ اگر با دلیل محبت میکنید، اگر به دلیلی محبت نمیکنید، در رویای دیده شده هستی، عذر میخوام، خیلی مشکلش. نمیگم همینجوری محبت بکنید. کلام خدا میگه مثل مار هوشیار باش، مثل کبوتر مهربان، مثل مار هوشیار. اما هوشیار هم باید باشید که ما اعمالمون از چه رویایی میاد، با چه رویایی، با چه ویژنی داری خدا رو محبت میکنی، خودت رو و دیگران رو در محبت قرار میدی. بله. لیکن برخواسته به شهر برو که آنجا به تو گفته میشود چه باید کرد. اما آنانی که همسفر او بودند خاموش ایستادند، چون که آن صدا را شنیدند. پولس رسول کور شد، پولس رسول کور شد، چشمان رویای دیکته شدهش کور شد. حالا میخواد خدا بعد از 3 روز که درک بهش بده که مسیح هم 3 روز مرد و قیام کرد برای تو، پولس رسول با این ادراک میخواد چشماشو باز کنه، از این به بعد با رویاهای دیده شده با خدا هم قدم برداره، تحت اراده او زندگی بکنه، بدون کجا استاده. و اونجا هستش که اون شخص میتونه توی جایگاه درست با اقتدار زندگی سالم داشته باشه. بله. لیکن هیچ کس را ندیدم، چون پس سولوس از زمین برخواسته چون چشمان خود را گشود هیچ کس را ندید و دستش را گرفته او را به دمشق بردند و 3 روز نابینا بود، چیزی نخورد و نیاشامید. و در دمشق شاگردی حنانیا نام بود که خداوند در رویا گفت: ای حنانیا. عرض کرد: خداوند، آدم بیک. خداوند وی را گفت: برخیز و به کوچه‌ای که آن را راست می‌نامند بشتاب، و در خانه یهودا سلوس نام ترسوسی را طلب کن، زیرا که اینک دعا می‌کند و شخصی حنانیا نام را در خواب دیده است که آمده بر او دست گذارد تا بینا گردد. خدا کارش کامل. اگر اجازه بده توی زندگی تو مشکل و سختی بیاد، علتش اینه که قرار هست تو با محبت آگاپه آشنا بشی. علتش این هست تو قرار نجات پیدا کنی. علتش نیست که خدا تو رو دوست نداره. علتش نیست که خدا خدای مرگ، خدای درده، خدای مریضیه. خدا درد نمیگه، خدا مریضی نمیده، خدا لعنت نمیکنه. بلکه خدای ما خدای محبت، خدای عشق. پولس رسول اتفاقایی که براش افتاد دلیل بر این شد که بتونه فکرش رو متمرکز یک اندیشه دیگه ای بکنه، یک موقعیت رویای دیگه ای بکنه، رویای دیده شده فریسیان رو گوش نکنه، فقط بدونه که خدا میخواد به اون رویا بده، مثل سموئیل که بهش داد،
مثل داوودی که بهشدار و خودش تو اون جایگاه توانست ببینه، هرچم تو جب قرار ده، من و تو هم یه موقع تو جب قرار میدیم، حتی بعد از ایمان. هوشیار باش، خسته خاطر نشو. اگر تو سختی هستی، اگر تو مشکلات هستی، فکر نکن که امروز چون توی مشکلات هستی خدا دوست نداره. منتظر باش، خدا میخواد تو رو محبت کنه، خدا میخواد به تو یه برکت تازه بده. آیا آماده هستی این برکت تازه رو بگیری؟ خدا میخواد اون چشم تاری که تو پیدا کردی توی این دنیا، اون روز از جلوی تو چشم تو برداشته بشه و به تو چشمان قوی روحانی بده. بله؟ حنانیا جواب داد: ای خداوند، درباره این شخص از بسیاری شنیدم که به مقدسین تو در اورشلیم چه مشقت ها رسانید، و در اینجا نیز از رؤسای کهنه قدرت دارد که هر که نام تو را بخواند او را حبس کند. خداوند وی را گفت: برو، زیرا که او ظرف برگزیده من است تا نام مرا پیش امت‌ها و سلاطین و بنی اسرائیل ببرد. همه ما ظرف برگزیده خدا هستیم. میتونی اعلام کنی: خدا یا من ظرف برگزیده تو هستم، از من استفاده کن. بهش بگو، شاید مدت هست که بهش نمیگی. مگر غیر از این هست که بعد از ایمان به عیسی مسیح ما فرزندان خدا هستیم، ما نور و نمک این جهان هستیم، ما سفیران هستیم، ما کاهنان هستیم، ما پادشاهان هستیم. خداوند اینها رو به ما نمیده که هندونه زیر بغل ما بذاره بعد بیا رو دنبال من. خیر، اینها با خودش مسئولیت میاره. یک فرزند خدا عمل کردش باید مانند فرزند خدا باشه. نور باید نور بده، نمک باید جلوی فساد رو بگیره، مانع فساد بشه. بله؟ زیرا که من او را نشان خواهم داد که چقدر زحمت ها برای نام من باید بکشن. پس حنانیا رفته بدان خانه در آمد و دست ها بر وی گذارده گفت: ای برادر شاول، خداوند یعنی عیسی که در راهی که می آمدی بر تو ظاهر گشت، مرا فرستاد تا بینایی بیابی و از روح القدس پر شوی. در ساعت از چشمان او چیزی مثل فلز افتاده بینایی یافت و برخواسته تعمید گرفت و قضا خورد، قوت گرفت و روزی چند با شاگردان در دمشق توقف نمود و بیدرنگ در کنایس به عیسی موعظه می نمود که او پسر خداست. آمین. آمین. اگر قلبی باشه که به دنبال خدا باشه، من به خودم نگاه بکنم، هرگز شایسته نبودم. الان روز یک شخص متعصب اسلامی که حاضر بودم به تعلیماتی که گرفته بودم، مخالفینی که مخالف اون باور اسلامی هست حتی بکشم. برای همین تیر خوردم، تو مبارزه کردم، برای مهم بودش بودم، خدا دوست بودم، خدا شناس نبودم، من با محبت خدا آشنا بودم. مسیح تو من رو ملاقات کرد، قلب من رو آماده کرد، اما گوشه قلب من تشنه حقیقت خدا بود. همون گونه که مولوی میگه در سینه هر که ذره دل باشد، بی مهر تو زندگیش مشکل باشد. اگر در قلب ما قسمتش منتظر حقیقت و محبت خدا باشه، خدا تمام قلب ما رو پر خواهد کرد. فقط این فضا و این مجال رو باید بدیم. ولی پولس رسول به این اکتفا نمیکنه که فقط از محبت بگه، بلکه اعلام میکنه در سختی‌ها و مشکلات این اعتماد رو به محبت آگاپه داشته باشید. در نامه رومیان 8:35 اعلام میکنه: کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ چه کسی؟ چه قدرتی؟ آیا مصیبت؟ آیا دلتنگی؟ آیا جفا؟ آیا قحطی؟ آیا عریانی؟ یا خطر؟ و یا شمشیر؟ هرگز. اگر از محبت خدا پر میشید، داله بری نیست که در رنج و سختی نیستید. خواندیم که خداوند و پولس باید زحمت بکشه، چه بسا باید در سختی باشیم، در زحمت باشیم، اما قوت خدا و آرامش خدا اجازه نمیده تو خسته خاطر بشی. همان گونه که شاعری میگه: ای دوست، یعنی عیسی، ای دوست بیا راحت این قلب حزین باش، تو نور جهانی به دلم جای گزین باش. وقتی که به ظلمت گردیده گرفتار، وقتی که مددکار عاجز شده از کار، وقتی که زوسیان بر من شده دشوار، باز آب و نجاتم ده و هم رهبر و هم دین من یگان فرزند خدا باش. آمین. این رو خودم اضافه کردم، چرا که باید اون رو درک کنیم به عنوان فرزندی خدا. بند مذهب ما رو محکوم میکنه، محکوم میکنه که گناهکاریم. مذهب ما رو محکوم میکنه که ما لایق نیستیم، قسمت ما این شانس زندگی ما این هست. ما مانند فلانی ها نیستیم که خدا ما را دوست داشته باشه، اما محبت آگاپه برعکس هست.
محبت آگاپه هرگز نمیاد ما رو محکوم کنه، بلکه میاد فقط ما رو نجات بده. همونه که شاعر میگه: از قسمت و حکمت ای خدا خسته شدم، این بار برای من فقط معجزه کن. و مسیح این کار رو کرد، مسیح معجزه کرد، محبت مسیح معجزه بشه. برای من شفای دخترم بود، برای من این خدمتی است که هرگز داره بشنم در بلیستم هست، برای همه ما این نجات و فیض هست. اما میخوام گواهی رو براتون بگم از دوست عزیزم که توی ایران هست، همین درمان جز معجزاتی هست که شاید کمتر عنوان شده. خانواده که به خدا ایمان نداشتن، به طور خاص من اسم نمیگم البته چون نظرم دارم توی ایران زندگی میکنم، مرد این خانه که جز خانواده هایی بود که در سازمان های کمونیستی فعالیت داشتن، حتی برای جمهوری اسلامی هم فعالیت داشتن، وقتی صاحب دختر بچه میشن متوجه میشن دخترشون دست چپ نداره. و زن از اونجایی که یک کششی نسبت باورهای الهی داشته، سعی میکرده بالاخره به این مرکز حالا اسلامی، به اون مرکز، به هر کجا که یک عبادتگاهی بوده بره. حتی زن مالی هم وضعیت بسیار خوبی داشتن، اینها حتی مراجعه کردم به اروپا برای پیوند دست، موفق نشدم، برگشتم به ایران. تا اینکه یک نفر زن این خانواده رو بشارت داد و اون میرفت هر جمعه، میدونم کلیسا ایران موقعی که باز بود، کلیسا پارسامان جمعه ها باز بود، هر جمعه شب میرفت اونجا. یه مقداری اختلاف بین زن و شوهرم به وجود اومده بود و همیشه شیطان از رفتن کلیسا بیشتر استفاده میکنه. برای همین کلام خدا من میگه ایماندار با ایماندار بهتر ازدواج بکنه، چرا که اگر هر دو یک فکر نداشته باشن آسیب خواهند بود متاسفانه، و شیطان اذیتش خواهد کرد. یک دل بودن خیلی خوب، امروز کانسلر خانواده هم همین میگه: کمونیستی با کمونیست ازدواج کنی زندگی بهتر خواهد بود، مسلمانی با مسلمان ازدواج کنی زندگی بهتر خواهد بود. اینو کانسلران یه چنین باوری دارن. به هر حال این عزیزان دارای اختلافاتی هم میشن از نظر رابطه زناشویی. پدر مادر پسر از شهرستان بلند میشن با برادر بزرگش میان که اختلافات رو حل کنن. وقتی که میان میبینن زن نیست، میگه پسرت کجاست؟ میگه گفتم که این بلند میشه میره جمعه، میره برای حالا کلیسا، میخواد دختر من دست نداره، اصلا عاقلانه نیست. یعنی چی؟ ام نتونسته به اون دست بده، حالا این میره اونجا دعا کنه دست صاحب دست بشه. و بعد دیگه دیر وقت ایشون که میاد میشینه باش صحبت میکنن، میگن آخه این چه کاری تو داری میکنی؟ داری رابطه تو از بین میبری؟ دختر بچه‌تون دست نداره، اما اجازه نداره اختلاف توی خانواده به وجود بیاد. به هر حال اینم متقاعد میشه، میگه باشه کمتر میرم. خب من دارم میرم دخترم شفا بگیره. من دیدم اونجا معجزات بزرگ با حقیقتا در کلیسای فارسی زبان به طور خاص کلیسای جماعت ربانی معجزات بزرگی میشد که مسلمان‌ها معجزه می‌گرفتن. و داله برای نبود که کلیسا بهشون بگه بیاد مسیح بشید، به من کسی نبود به مسیح ایمان بیاره، هرگز، بلکه محبت مسیح بود که من رو به اون جذب کرد. وقتی که صحبت‌ها تموم میشه و داشتن می‌رفتن، مرد این خانه میره توی اتاق بچه که لباس پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو رو گذاشته بود اونجا برداره، میبینه پتو علی بچه افتاده. من اینا این گواهی رو از خود اون شخص شنیدم، از دوستان من هست، یعنی خودش برای من تعریف میکرد. من میگه من اینم پتو افتاده، اونم پتو رو بندازم، گفتم این دو تا دست داشت، گفت برگردوندم دم اون دست چپش دست هست. و میگه دستم من خوب میدارتم، بوسیدمش. همیگه غیرتش با خبرم و میگه اومدم گفتم دست داره. و همون موقع میگه همه شروع کردیم بوسیدن بچه رو، این بچه رو خدا شفا داد، این محبت آگاپه بود اون شفا داد. این مرد میتونه از ایران بیاد بیرون، نمیاد، قیورانه استاده توی کشور از ما ایران و بشارت بوده، بشارت اینجوری نمیده، بده بگه عیسی مسیح در ایرانه که تا مقدس مردم میگن بارها گرفتنش، هیچ واقعا میگه نمیام، میگه مسیح آنقدر عظیم هست، حیفه که مسلمان ها هلاک بشه، وایستاده بداره بشه. محبت خدا اینگونه هست، اینگونه در قلب افراد کار خواهد کردش. و اگر ما تن به این بدیم که از محبت خدا پر بشیم، تو بهترین مبشر خواهی شد و بهترین جایگاه رو قرار خواهی گرفت. در انجیل متا 5:48 اعلام میکنه که مسیح اعلام میکنه ما
ما باید به شکل خدا باشیم. این مرشداتون هست، هم انگلیسی نوشته شده هم فارسی. اگر بخواییم با شکل خدا بشیم باید از محبت خدا پر بشیم. شاعر میگه ای که هوای منی بی تو نفس ادعاست. بدون روح القدس، بدون محبت آگاپه، محبت های انسانی در زندگی انسان ها خواهد بود. برای همین انتظار و توقع و مهتربی عاطفه دزدی بسیار هست بین ایرانی ها. بریم با هم دیگه اولین نکته رو داشته باشیم. به کدوم این به کدام این رویا زندگی میکنیم؟ همه بروشور داریم بله؟ عزیزان اگر بروشور ندارد دستاتون بره بره. به کدام این رویا زندگی میکنیم؟ لطفا چراغای مصحف رو روشن کنید. خودکار دارید عزیزان بنویسید اینو به یه نفر دیگه تعلیم بدید لطفا. تعلیم بدید دومتی متعوض دو آنچه که به تو هم گفتم به دیگران بیاموز که قابل تعلیم دادن به دیگران نیست خواهند. خدا انسان را به شباهت خدا آفرید تا او در محبت بلاعوض رشد کند. محبت بلاعوض. شیطان به رویای دیکته شده انسان را فریب داد تا در غرور و خودخواهی خیش هلاک گردد. این درسی است که امروز بیاموزید و باید باهاش زندگی کنید عزیزان. و همون گونه که عرض کردم خواهشم این هستش که اجازه ندید هیچ دلیلی باعث بشه محبت نکنیم، هیچ دلیلی باعث نشه دلیل انسانی برای محبت کنیم. محبت کن خدا رو محبت کن. تکلیف خودت رو روشن کن با محبت که چگونه باید محبت بکنیم. پس از زمینی حکومت نظامی شد افسری متوجه شد سربازی بایستده برای پاسش داشت کرد گفت نیم ساعت دیگه حکومت نظامیه، هر کسی از این خیابون رد شد با تیر میزنیش. همین که نیاز داد تیر میاد نگاه کن یه نفر رو آسفالت افتاده میگه باید من نگفتم نیم ساعت دیگه. گفت ببین این یه آدرسی به من داد یک ساعت دیگه هم نمیرسید. ما اینجوری نمیتونیم عزیزم با دلایل نمیتونیم بگیم دلیلی داشتم که محبت نکردم یا محبت آگاپه رو ما بخوایم عوض. بریم با هم دیگه آخرین آیه هم داشته باشیم. نامه اول کرنتیان 13:4. محبت حلیم و مهربان است. آمین. محبت حسد نمی برد. آمین. محبت کبر و غرور ندارد. آمین. 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 باز شاعر اعلام میکنیم. زندگی دفتری از خاطره هاست. یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک، یک نفر همدم خوشبختی هاست، یک نفر هم سفر سختی هاست. چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد. آنچه باقیست فقط خوبی هاست. قدر زندگی خودمون رو بدونیم، قدر همدیگر رو بدونیم و به هم محبت آگاپه بکنیم و نام مسیح رو جلال بدیم. دو تا سوال دارید شما توی بروشورات. این دو تا سوال رو لطفا روش فکر کنید. پنجشنبه تشویقتون می‌کنم عزیزان پنجشنبه ها با ما باشید که بتونید برکت بگید از کلام خداوند. دو تا سوال هم بخونید. سوال این هفته: رویای کلیسای شما چیست؟ و تا الان چه اقدامی برای پیشبرد رویای کلیسایتان انجام دادید؟ آمین. رویای کلیسای ما چیست؟ میدونید؟ ما رویا داریم. کمک مردم ایران، دستگیری هموطنانمون، اگر معتاد هستند در بعد از سرنگونی نظام اسلامی به فیض خداوند بتونیم بچه های خیابانی رو کمک کنیم، اینها امید و آرامش به کشور عزیزمون برگردونیم. این رویای ما هست. پس باید رویاتو بدونیم. شخصی به دوستش گفت تو شهر شما آثار باستانی هست. گفت اتفاقا در صدد هم بسازن. ما رویا داریم، ما رویا داریم. رویاتو کنجکاوی کنیم. خدا اگر کشیش رو در کلیسا میذاره بهش رویا داده. با کشیشت همراه و همفکر باش. نمیتونی بگه همراه هستم همفکر نیستم. نه این اشتباس. همراه همفکر باید باشی. اون موقع هستش که خدا از همه موقع استفاده میکنه. برای ایرانی هایی که در لس آنجلس هستن دستی باشیم. برای هموطنان عزیزمون که امروز در درد و رنج هستن تو کشورمون نیست. همتی باشیم تا اونها به آزادی و آرامش برسن. آمین. لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم.